والا وقتی ما بچه بودیم بزرگترها عروسی میکردن، الان بزرگ شدیم بچه ها عروسی میکنن. خدایا اگر ما را برای دیدن آفریده ای، بگو فقط نگاه کنیم. انقدر نگاه میکنیم که خودت بگی بس دیگه ببرو. آهنگ عروسی بود. خدا رو شکر قدیم تا حالا خیلی چیزا تو فرهنگ عروسی های ما درست شده و بهتر شده. یادتونه قدیما فیلم بردارا میرفتن سر میز شام، طرف قاشق تو دهنش هم تو نگه میدارش، اصلا زشت میدونست که دارن فیلم میگیرن این میخوره. کاهو مثلا نصفش اینجا آویزون، نصفش رو میز. خیلی از این کثیف کاری ها زیاد بود تو عروسی های قدیم، چون هنوز اون موقع فرهنگ سازی نشده بود تو عروسی ها. که اگر کسی نمیخواد برقصه آقا چی کارش داریم؟ این گوسفندای قربونی چهار دست و پاشو میگرفتن میکشیدن این زمین، لنگ و لگت میزد میوردنش وسط، بعد یهو ولش میکردن. آقا این شاید الان معذبه، شاید نفخ اگه یه قری بده کل عروسی به هم میریزه. چرا شما درک نداری روی این قصه؟ خدا رو شو قدیم بود، تموم شد. یو ولش میکردن وسط محفل، این یه نگاه میکرد، همه نگاه میکنن، توقع دارن. بلند میشد انقدر میرخصید میزدنش تا بشینه، دیگه نمیشست. الهی قربون این بچه کوچولوهایی برم که تو سالن نشستن. خدا رو شکر که همایش ما برای همه تیپ های سنی هست و میان میشینن. بعضی چیزها رو که متوجه نمیشن از پدر مادرها سوال میکنن، اونها بعدن براشون توضیح میدن در حد بضاعت و توانشون. اما میدونم حوصله خیلی از بچه ها سر رفته که میگن این کچله چی میگه اون بالا، و باید به بچه ها حق داد. بچه هایی که در این زمانه زندگی میکنن و از روزگار ما خبر نداشتن که ما چه کشیدیم و با چه مشقتی بزرگ شدیم، که امروز رفیق من بچهش میبرد مدرسه غیر انتفاعی، 20 میلیون تومان در یک سال براش هزینه میکنه، 5 میلیون هم ثواب فقط واسه سرویس، بره بیاد این سرویس میکنه. چه خبره؟ اون وقت ما بچه بودیم، یک بار ناظم مدرسه گفت از فردا همه تون نفری 100 تا تک تومانی بیارید. اومدم به بابام گفتم، زارتی خوابون تو گوشم، مادرم اومد، مادرم هم زد، خواهرم هم زد، اصلا حکومت نظامی اعلام کرد، گفت یک هفته حق نداری هیچ کس خونه بره بیرون. بابا من چجوری بگم که این بچه ها متوجه بشن سیسمونی برای بچهش میگیره 30 میلیون تومان؟ چه خبره؟ اون وقت من تا 18 سالگی تو بیمارستان گرو بودم، نمیدادن پول ما رو که بیان بیرون، از همونجا رفتیم سربازی. یه بار برا ما تولد گرفتن، بابام گفت تولد همه تونه بیاید فوت کنید مدن. و تمام شد، هممون قبول کردیم، چون دوران پدر سالاری بود و احتراما اینجوری بود. به این مرحله از باور رسیده بودیم که هرچی بزرگتر میگه اون درسته. الان بعضی وقتا پدر مادرها در سال 2-3 بار تولد واسه بچهشون میگیرن. مگه میشه بچه 2-3 بار دنیا آمده باشه در سال؟ ما به کجا داریم میریم؟ چه کار داریم میکنیم با خودمون؟ جشن های عجیب غریب برای بچه ها میگیرن، با چه هزینه های گزاف. جشن خداحافظی با شیر مادر، همه فامیلم میان، همه 100 میلیون هزینه میکنه یه شب، که این دیگه از امشب شیر مادر گفته نمیخورم. باش کار کردیم، باش حرف زدیم، گفته من دیگه جیجی نمیخوام دیگه.
جشنای عجیب غریب، از این بدترش هم جان. اول تو خارج مد بود، حالا اینجا مد شده که چیزای بدتر از این مد نشه خدا نکنه. جشن اولین پی پی بدون کمک پدر مادر، اینقدر خوشحال میگن همه بیاین، جمع میکنن همه رو مهمونی بریز به پاش، بعد میگن که پسرم برو دستشوی ببینن خالا و اما، این میره تن، بعد میگه خب چطور بود؟ میگه خیلی خوب بود، آفرین، براش جشن میگیرن. و تفاوت فرهنگ های خارج با ایران رو، اگر اون کارو میکنه، اون کار دیگرم میکنه که ما نمیکنیم. تو خارج وقتی پدر مادر میخوان وارد اتاقی بچه بشن، در میزنن، صداش میزنه های بیبی، هانی، کان آی هلپ یو، پلیز لیت می inside room. رو زبانم دارم کار میکنم، شما حالا هر چی که میگیرید همونقدر بگیرید دیگه. با چه شرم و حیا یک ساعت در میزنه، اگه بچه گفت که مامان بابا بیاین تو، میاد تو، اگر نه اون میره. اینجا لگد رو میزنه تو در، بعد میاد تو میگه چه غلطی میکردی در رو بسته بودی؟ خب بچه چه غلطی میکرده؟ آقا با لباس راحتی تو هر پوزیشنی بوده، راحت بوده. و وقتی هم که اتاق رو ترک میکنه در رو نیمه باز میزه، در رو نمیبندی ها. این چه ارعابیه، این چه ستان، من نمیده دفتا بره بازا همینه. تو چه بیتابم من، امید بربادم من، یه دنیا فریادم من، تو رو که میبینم عاشق و دیوونم، تو رو که میبینم عاشق و دیوونم. تو با اون چشم سیاد خواب نگاه، خونه ی دلم رو بیرون میکنی، تو با موهای پریشون و رنگات منو سرگشت. عالی بودید، متشکرم. به افتخار و سلامتی اون پدر بزرگی که وارد تعمیرگاه گوشی موبایل شد با دستانی لرزان و پشتی خمیده و صدایی گرفته، گوشی رو داد دست تعمیرکار موبایل. قصه رو همه شنیدید. تعمیرکار موبایل وقتی گوشی رو گرفت بررسی کرد، گفت پدر جان گوشیتون درسته، انشالله بچه هاتون بهتون زنگ میزنن. گفت خفه شو، رمه 256 رو بردم، هایده من از سومه را بریز، گور پدر بچه هام هم کرده. بچه کجاره؟ مالا گوش قدیم بود. بیا یه دو سه هنو اومر دنیا. در هر کشوری که نگاه میکنی در صنعت خودرو دارن حرفی برای گفتن میزنن و خودروهای جدید رو ارائه میدن. هی داره خودروها هوشمندتر میشه، اوتو درایو، اوتو پارک، اصلا تو ولش کن میره. حتی بعضی از این خودروها آینش سنسور خواب داره، چشات میره رو هم میگه میخوای بخوابی؟ نو پرابلم. سرعتو کم میکنه، راهنمایی میزنه بغل جاده میگه بخواب. تا این حد. اون وقت ما به درجه از عرفان رسیدن خودروسازهای داخلی که در آینده میری در کارخونه خودشون مواد اولیه میدن، میگن برو هر چی دلت میخواد بساز، وانتش هم خواستی بساز، از عدد 111 گرفته تا 124 و 100، هر چی بذار روش برو اونجا. والا ما آخه دیدیم هوشمندی رو. الان منزل‌های لوکس لاکچری، چند شب قبل جاتون خالی در کوچه پس کوچه‌های فرمانی میرفتیم، من به دوستم گفتم این خانه‌ها رو ببین با این دیزاین خدا میدونه تو آمریکاش هم نیست. این اختلاف طبقاتی لامصب چی کار میکنه؟ چه نور پردازی، چه سنگ های گران قیمتی، متری یه متر، خودت حساب کن چقدر میشه دیگه. که من رفتم داخل منزلی که از همین دوستای پول دارم، دیدم همه چی هوشمند، نور هوشمند، میخوای بخوابی میگی کم شو، کم میشه.
حرارت هوشمند، تهویه هوشمند، بوگیر هوشمند، خودش میاد بوار میگیره میبره هوشمند، ذخیره میکنه ول میده یه جایی که هوشمند. اون وقت ما خونه خودمون رو مقایسه کردیم با اونا، دیدیم کل هوشمندی خونه ما اینه دستشویشه که وقتی من لامپ دستشویمون رو روشن میکنم همزمان فنشم روشن میشه، چقدر هوشمنده، اوج هوشمند. و این لوکس و لاکچری بودن رو ما نفهمیدیم داستان چیه. از تمام این صحبتهایی که میشه تو بحث کسایی که اشرافیگری و لوکس لاکچری، ما فقط صابون لوکسشو گیرمون اومد، اونم چون نسبت به گلنار نمیسوزونه. چشما رو عرض میکنم. پس هنوز انرژی تو دست.